آجر به آجر این ساختمان در و گوهر است، برابر با هزاران هزار طلای ناب از هر دوره‌ای در تاریخ ایران. اینجا مدرسه رشدیه است، جایی که آموزش نوین در ایران را ادامه داد. زحمات میرزا حسن تبریزی را، معروف به رشدیه، کسی که به خون دل و زخم تن و آوارگی این کار را به انجام رساند، به هزار بدبختی و سرسختی. داستان او غم‌انگیز اما امیدوار کننده است. حسن رشدیه اینجا به خاک سپرده شد، در قبرستان نوع شهر قم، در 93 سالگی، پس از سالها تلاش برای ایجاد آموزش نوین در ایران. او زاده تبریز بود، در 13 تیر ماه 1230 خورشیدی. در کودکی به مکتب خانه‌ای در همین شهر رفت و خواندن و نوشتن آموخت، در مکتب خانه‌ای که به شیوه قدیم درس می‌دادند، ابتدا خواندن و نوشتن الفبا و آموزش قرآن و در مراحل بعدی روخانی گلستان سعدی و برخی کتب قدیمی. حسن تبریزی اما بیشتر می‌خواست، پس به بیروت رفت و طرز جدید تعلیمات را آموخت. سپس به ایروان رفت و مدرسه‌ای برای ایرانیان مقیم آنجا دایر کرد. از مدارس روسی هم دیدن کرد و چگونگی شیوه مدیریت و نظام تعلیم را بهتر شناخت. همان کاری که سالها قبلش امیر کبیر کرده بود، وقتی قبل از صدارت به روسیه رفته و مدارس آنجا را دیده بود. امیر کبیر با همان ایده بعدها تأسیس دارالفنون را در تهران آغاز کرد که نخستین مدرسه نوین درس آموزی در ایران شد. البته این مدرسه برای کودکان نبود و مردم عادی هم نمی توانستند واردش شوند. اما میرزا حسن اندیشه تازه‌ای در سر داشت. او می‌خواست آموزش همگانی را برای تمام کودکان شروع کند. پس وقتی تابستان 1268 خورشیدی ناصرالدین شاه را در ایروان دید، فرصت را مغتنم شمرد. شاه ایران که از آخرین سفر فرنگش برمیگشت، شیفته کار میرزا حسن شد و از او خواست به تهران بیاید تا آموزش همگانی را به این شیوه آغاز کند. اما بین راه پشیمان شد و او را در نخجوان محبوس کردند تا شاه به تهران برسد و بعد رهایش کنند. گرچه دیگر کار از کار گذشته بود. میرزا حسن بعد از آزادی به تبریز آمد و اولین مدرسه را برای کودکان با شیوه آموزشی جدید تأسیس کرد. اما علمای شهر شیوه قدیم را درست می‌دانستند و با اعتراض آنها مدرسه ویران شد. میرزا حسن 7 بار دیگر در تبریز دبستان احداث کرد و هر بار خرابش کردند و او هم هر بار به مشهد می‌گریخت تا اوضاع آرام شود و بعد بتواند بازگردد. یک بار هم در مشهد همین تلاش را کرد که نشد. مدرسه‌اش را خراب کردند و خودش را هم مجروح. روزگار بر وفق مراد نبود تا زمانی که امین‌الدوله در 1274 والی آذربایجان شد. پس میرزا حسن را که از دست متعصبان به قفقاز گریخته بود با تلگراف به تبریز خواست تا کار تدریس را آغاز کند. میرزا حسن تبریزی مدارسش را رشدیه می نامید، نامی که در استانبول روی مدارس جدید گذاشته بودند. به همین دلیل هم خود او به میرزا حسن رشدیه معروف شد. از میان مدارسی که ایجاد کرد هیچ کدام بر جان نمانده و تنها یادگاری او این ساختمان در خیابان ارتش جنوبی تبریز است. بنایی که در نخستین دهه قرن 14 خورشیدی توسط شخصی به نام مساوات ساخته شده و معماریش متعلق به پهلوی اول، یعنی دوره رضا شاه است. این مدرسه به نام رشدیه و با روش تدریس او ساخته شد. قدیمی ترین یادگاری ما از کوششی که میرزا حسن در ایران آغاز کرد و حالا مقر سازمان میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی است. ساختمانی در 2 طبقه، آجری و ساده، با پنجره‌های چوبی که نه در ارتفاع بلکه در عرض پیش رفته. بنایی که مخصوص مدرسه ساخته شده با اتاق‌هایی که کلاس درس بودند. روزگاری در این ساختمان قوقای کودکان بود و آموختن درس و مشق جریان داشت. میراث میرزا حسن رشدیه اینجا پر و بال گرفت، راهی که او به سختی ادامه داد. میرزا حسن با کمک امین‌الدوله آموزش را در تبریز آغاز کرد، ولی با مرگ ناصرالدین شاه و نشستن میرزا مظفرالدین بر تخت شاهی، امین‌الدوله هم به تهران رفت تا صدر اعظم شود. او میرزا حسن را هم به تهران خواست. دبستان او در تهران خیلی زود رونق گرفت و گفتند در عرض چند روز 200 شاگرد داشت. رشدیه کار خود را سریع پیش برد و انجمن معارف را برای فراگیری شیوه های نوین آموزش و احداث مدارس مختلف در ایران بنیان گذاشت. اما با عزل امین‌الدوله، صدارت و جانشینی امین‌السلطان اتابک که با این شیوه آموزشی میانه‌ای نداشت، کار مدرسه گره خورد. رشدیه که حمایت آقا شیخ هادی نجم‌آبادی را پشت سر خود داشت، توانست مدرسه‌اش را از تعطیلی نجات دهد. اما چند سال بعد و در زمان صدارت عین‌الدوله دیگر کاری از او بر نیامد. رشدیه مشروطه خواه بود و عین‌الدوله از مخالفان سرسخت مشروطه.
پس به او اتهام بابیگری زدند و به کلات تبعیدش کردند. با جانشینی میرزا نصرالله مشیرالدوله به جای عین‌الدوله، رشدیه هم به تهران آمد و مدرسه جدید تأسیس کرد. او در رشت و انزلی و اردبیل هم مدارسی بازگشایی کرد و دیگر شیوه تدریسش همه‌گیر شده بود. سال 1288 مجلس مشروطه اولین قانون آموزش مدارس ابتدایی و مدارس 3 ساله متوسطه را به تصویب رساند و شیوه تدریس رشدیه وارد نظام آموزشی کشور شد. در این چند سال او سختی‌های زیادی کشیده بود. متعصبان تکفیرش کرده بودند و او را نجس می‌خواندند. می‌گفتند از پروتستان‌ها پول گرفته تا کودکان را از دین بیرون کند. شیخ فضل الله نوری شیوه جدید آموزشی او را خلاف شرع می‌دانست. آیا این مدارس جدیده خلاف شرع نیست؟ آیا ورود به این مدارس مصادف با اضمحلال دین اسلام نیست؟ آیا درس زبان خارجه و تحصیل شیمی و فیزیک عقاید شاگردان را سخیف و ضعیف نمی کند؟ چرا؟ مگر او چه درس می داد؟ مهمترین کار رشدیه ایجاد الفبای صوتی برای آموزش بود، نه یاد دادن شکل کلمات، وگرنه به قول خودش مدرسه های جدید به هر حال ساخته می شدند. نمونهش مدرسه شوکتیه در بیرجند که به همت محمد ابراهیم خان شوکت الملک در همان زمانها تأسیس شده بود. اما میرزا حسن رشدیه نحوه خواندن الفبا را تغییر داد و از روخانی متون به شیوهی رسید که امروز هم آن را در مدارس می آموزند. او آموختن زبان مادری را مهم می دانست، پس در تبریز الفبا را به زبان ترکی و فارسی همزمان درس می داد. تدریس زبان عربی، قرائت قرآن، تاریخ، ریاضی، جغرافیا از روی نقشه و رسم و نقاشی هم در دستور کلاس‌هایش بود و برای کودکان درس ورزش بدنی هم می‌گذاشت. برای دوره‌های بعد از دبستان، فقه و شعر و نثر و نحو و نقشه‌کشی و آموزش زبان‌های فرانسه و روسی را هم در برنامه گذاشته بود. رشدیه چوب و فلک را از مدارس برداشت و به جای تنبیه تشویق را جایگزین کرد. در مدارس او کودکان نور چشمان خوانده می‌شدند و معتقد بود مدرسه باید جای امن و آرام برای کودکان باشد. امروز ایرانیان مدیون زحمات او هستند. کسی که تلاش کرد آموزش همگانی به شیوهی درست و زیر نظر معلمان انجام شود تا سطح سواد جامعه بالا برود. کسی که تا آخر عمر همچنان مدرسه می‌ساخت و درس می‌داد. او 21 آذر ماه 1323 در قم بر اثر تصادف با خودروی متفقین درگذشت و همانجا دفن شد. خودش می گفت یقین دارم که از هر آجر این مدرسه خود مدرسه دیگری بنا خواهد شد و همین هم شد.